شهین جون، شهین پوشیدی یا نه؟ الان داره تموم میشه. ده بجوم دیگه، واسه چای تبتی دم کردم. بیا بخور ببین از زندگی چی میبینی. میگم این چای تبتی چی اون وقت؟ چای تب... بح. ما چقدر بیت میاد. دست درد نکنه. آره بزنم به تخته. بخواهش بزنم به تخته. خود تو آینه دیدی؟ تو آینه دیدم. آره دست درد نکن، مثلا راضی به زحمتت نبودم. چه زحمتی قربونت برم، واسه توی دیگه. شکرم. اصلا قواره تنه دی. بچرخ بچرخ اول، از اومد بچرخ. چقدر قشنگی. خواهش میکنم. همچی چشممو گرفت، همچی چشممو گرفت که تا یارو تبتی قیمتشو گفت اصلا فکرشم نکردم. گفتم هرچی بگی میخرمش، هرچی باشه، هر طوری باشه، هر قیمتی باشه میخرمش. واسه آبجیمه، واسه غریبه که نیست. میگم حتما کلی هم پولشو دادی. آره فدای سرت، فدای یه تار موت قربونت برم. حرفا چی چیه؟ خب من که از اون ور آب تازه ور نمیدارم شندر پندره و نمیدونم چی چی بردارم بیارم این ور آب. بله. اونم برای کی این کارو بکنم؟ برای خواهرم، برای خواهر عزیزتر از جونم که چشمام بیشتر دوستش دارم. فقط میدونی چیه زری جون؟ خیلی قشنگه ها فری، یه خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. قشنگه. آره فقط یه ذره بس که قشنگه. بعد یه ذره چیزه، قشنگیش یه جوریه که اینجا مود نیست کسی بپوشه. مود نیست؟ تو خیال میکنی؟ آخه اینجا همچی لباسی پیدا نمیشه، وگرنه خانوما واسه سر و دست میشکستن. نه بابا باور کن. حالا یه چیزی میخوام بهت بگم، یعنی نه که فکر کنی که من مثلا میخوام به روخت بکشم. نه میدونم. بین منو تو اصلا این حرف نیست. ببین من همینطوری میخوام بگم، همونجا تو تبت قیمت این 120,000 تومان بوده. بله تازه صف کن، چشماتو گرد نکن. اینجا چنیدم 3 برابر قیمت میخرن. 3 برابر؟ آره. کلی قیمتشه. فدای سرت، گفتم فدای یه تارمود. حالا ببین چاییتو بخور. ببین چی میبینی. پس دارم قند بیارم؟ نه قند چیه، قند چیه؟ بشین بشین ببین چی میبینی. ایوا گم شدی توش، چی داشت کنیش؟ بخورم اینو. آره خورم. دست درد بخور. زحمت کشید. باز خودم من بریزم. بوی داری؟ خیلی خوشبوی، اصلا بوش که عالیه. من چیکار داری میکنی؟ چی شد؟ چیه آخه مگه چیه؟ ایوا شهین، این چه حرکتیه؟ بابا یه ذره تنده، یه ذره زری این سر زبونتو میسوزونی. خیلی تون. نه اصلا خوبیش، خوبیش واسه این تلخی و تندیشیه قربونت. یه زری بخور ببین، نگاه کن. خیلی خوبه. خوبه اون وقت. خیلی تون. تو این فنجون رو تا تش بخور، اگه بدونی چقدر خاصیت داره. خاصیت همش خاصیته. کاری میکنه که دیگه تو راه بیرا پا نشی بری سراغ اون یاروه چی بود مزانه مرغ عشق واسه پوستتو ماسک و کرمانه هم چی چی و چی چی. راست میگی؟ بله بله. شما اینو بخوری اصلا این پوستت من چی برد بگم، صاف صاف مثل برگ گل، اصلا فوق‌العاده است. یه بخورم بس. بخور بخور بخور.
خیلی خوب، خیلی خوب، تو دیگه بسته فعلا. حالا من یه فنجون میریزم وردای بر واسه هوشنگ خان که از این دیپرسی در بیاد. چشه بخ کرده چنبال شده تو آفتاب؟ نه آخه بابا ولش کن، خودش میاد تو بعدن، چیکارش داری؟ ولش کن به حال خودش باشه. نه من الان یه چایی میدم بهش که این دفعه دیگه مردکش باشه. تلخ اینه زهر مار. نه میگم که آخه من عمرن اگه من چای بردارم ببرم برای هوشم حرفا میزنی من چای ببرم برای چلو قپی نیش این قپی نیه واسه ما که دیگه هم دیگه میشنسیم همطوری میشنسم هم هوشنگو ده نه واقعا که نه اون بخت و نست نمیذاره تو دو کلوم جلوش حرف بزنی دو کلوم حرف جلوش بزنی اون وقت حالا دیگه نمیدونم چی افتاد. باور کن دیگه گذشت اون دوران، الان اصلا اونطوری نیست. من یه تشر بهش بزنم میگم هوشنگ همشه ساکت تو تشهر تو بسه واسه بعد. حالا اینو وردار ببر ببین زنجفیلش هم زیاد کردم، دو قاشق اضافه کردم. میگم که به آخه بدونی چیه بابا، اصلا نشستیم با هم دیگه حرف میزنیم اختلاس میکنیم ویل کن هوشنگو چی کار داری؟ آها یعنی نمیخوای ببری دیگه؟ خیلی خواهی که نمیخوای ببری، من خودم میبرم. نه میبرم. خیلی خوب، چرا میترسی؟ نه در کی ترسی، صدام در صورتم خوب میشه، صدام گرفته. میگم فقط این اینا رو ریختی نمیره یه وقت. اختیار داری شهین جون، چه فکرها میکنی؟ اون بخت و نصری که من میشناسم مثل بختک همچی چسبیده به زندگی تا آخر عمرت. خیالت راحت باشه، میبرم. بیا دیگه ببین چی شد نجون. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است آن چون؟ یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص جو آلوده به خون. ای فلک اینجوری بود دیگه ها؟ ای خوشای چته، چرا قنبرک زدی تو حیات؟ چیه شنگ چیه؟ چمه؟ بگو چم نیست، فلک میگم. شهین این چه رخت قیافه یه خودتو درست کردی؟ این چیه؟ لباسمو میگی؟ آره چه پوشیدی؟ سوغات زریجونه. اه؟ سوغات زریجونه؟ چش نخوره زریجون، سوغاتش هم این خودش آنتیکه. هوشنگ دست بردار دیگه، شوخی نکن که اصلا حال حوصله ندارم. نمیدونی چقدر حالم بده، اصلا دارم گور میگیرم، علو گرفتم. علو گرفتی؟ من که سوختم، کبابم خبر نداری؟ اینا همه سوغاتی های زریجونه دیگه. اگه چند دفعه دیگه هم از این متلکو به من بده، یا من نفله میشم یا زری دارم بهت میگم میزنم به کوب. تو دیگه اینقدر شلوغش نکن، اخلاقشو میدونی، سر به سرش نذار. نمیشناسیش؟ چرا نمیشناسمش؟ خیلی خوبم میشناسمش، سرکار خانم مار قاشیه، میدونی که چیه؟ خیلی خوب، خب بلند داد نزد، صداتو میشنوی. بذار بشنوی. بیا برای چایی آوردم، بفرمایین. برام چایی آوردی؟ بله. ببینم شهین نفر آفتاب از کدوم بر در اومده؟ چایی؟ تو؟ ببین شهین، به این میگن محبت، منم تشنه محبتم. میگه از محبت خارها گل شود. قربون دست درد نکنه. دست زری جون درد نکنه، خودش هم آورده هم دم کرده. زری؟ زری اینو دم کرده؟
بس این چایی نیست، این زهر ماره، زهر حلاهله، یه خدا هم سم ریخته توش. بگی 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 بوشنگ میشنوه صدا تو بشنوه. بگی چایی تو بخور، میشنوه. چی چیزی بخورم؟ مگه از جونم سیر شدم؟ لب به این نمیزنم؟ مگه از جونم بار نمیخورم؟ نه ببین، این از این چای خوبات، چای علکی نیستش که، چایش پر از ویتامینه، پر از خاصیته، خیلی خوب از تبت آورده. خاصیته؟ آره. خب از بگم خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که اگه هوشنگ اینو بخورا یه راست میره قبرستون. هوشنگ ببین ما رو میبینه الان، ببینه که پشت پنجره است الان ما رو داره میبینه. بگه بخور، وقتی نخوری میدونی که اون وحشی میشه، چه به روزت میاد. بخور دیگه چایی. باش میخورم میخورم، ولی اگر خوردم شهین، اگه اینا من خوردم نفسم بالا نیومد، دیدار قیامت. نه هیچ طوری نمیشه، اصلا از یک قلوب میخوری بس دیگه. یک قلوب؟ یک قلوب؟ ها بس یه چیزی توش هست، اصلا نمیخورم. حالا که یک قلوب توشه نخور. ها نخور، من دق بده جن اعصابم. باش ببین، من به خاطر توی نمیخورم و شهینا، ولی شهین بخواه بگی شهین سرت نزن، فقط دست به اون مغزت نزن، دوباره نگی یه چیزی به مخم خطور کرده. بی خیال اومد البته خطور کرد، چیکار کنم دیگه؟ خب چی خطور کرده، چه فکری؟ وای نیما همینطور داره به مخم خطور میکنه. خاله زری مریم وای وای همون دقیقاً. ای کلتو میگم خدا چیکار کنه. منم الان تو این فکرم، فکر میکنم الان خاله زری رفته سراغ این دو تا بدبختا، مریم و مینا. با اون ننه مرده ها چی میکشن الان؟ نیما نیما ببین نیما، من یه چیزی بهت میگم، هول نکنی نترسی ها. چی؟ هول نکن، فقط یه چیزی میخوام بهت بگم. همین الان هول نکن از این واقع دیگه بدتر. چی؟ وای وای وای، همین الان به مخم خطور کرد نیما. میدونی چی؟ چیه؟ بگو بابا بلو کن. خاله زری داره خونه رو آتیش میزنه. آره با آتیش؟ آره. چرا نشستی مختدی؟ خب بلند شیم بریم به دادشون برسیم. ای داد میگم اگه اتفاقی افتاده باشه چیکار کنیم نیما؟ چیکار کنی؟ از همین الان به تسلیت میگم سعید با نیما. بودو شنو نشستی؟ بودو بزن احمد من دارم. خلاصه بچه ها یه چیزی میگم یه چیزی میشنفیم، روزگارتون سیاست، جوونیتون به فناست اگر امروز به فکر شادابیتون نباشید، چون یهو پیری میرسه و دیگه وا ویلا همه چی تموم میشه. بله بعد یعنی این جوشوندهه کارساز دیگه، یعنی که یعنی شما فکر میکنید یعنی چی؟ یعنی منظورش اینه که چیزه، منظورش اینه که این چاییه، یعنی خاصیتش همچین چیزه. من نفهمم امروز چرا همتون الکن شدین، این چجور حرف زدنه، چیه چی میخواییم بگیم؟ هیچی خاصیت خاصیتش من که بهتون گفتم خاصیت این معجزه است. خب اگه اینجوری که پس دست شما درد نکنه، اگه یه لیوان به من یه لیوانم به مریم بده، واقعا دستتون درد نکنه. یعنی زری جون نمیدونین و من و مینا دیگه حالمون از این ماسک و نمی زلم زیمبا به هم میخوره، اصلا دوست نداریم. خیلی خوب خیلی خوب، نمیخواد چیزایی که من خودم گفتم تحویل خودم بدین. بس نه چای این به به جوشونده است. به به چای تبتی. تبتی او دیگه ببخشینا، خیلی چی میکنم با سلیقه نشو. نه بابا نه بابا خواهش میکنم، خیلی میکنم خوبه. قند یا شیرینی و شکرم؟ واه واه قند و شیرینی و شکر اینا چیه؟ بده بده شکرک میزنین اینقدر قند و شکر و شیرینی اینا میرون بله نه اصلا بخورم تک مودتون باشین. بله بله بعد بخوریم بخوریم زود زود. چی شد؟ این چه هم بودی؟ چی بود؟ چی بود؟ چی بود؟ چی چی چی؟
نازک نارنجی ها. من اگه به جای یه قاشق دو قاشق توی زنجفی ریخته بودم چیکار میکردی؟ چیه؟ چه دونه؟ من روزی 6 وعده از این نخورم اصلا کارم درست نمیشه. 6 وعده اینا؟ بله، چای تبتی و من 6 تا میخورم. اصلا رمز جوونی و شادابی من اینه. چی کردی؟ دستتون درد نکن واقعا. بریم پیکارت، بریم پیکارت. منو میرم پایین پیش شهین. چه نازک نارنجی هایی هستید. شب یادتون باشه ها، همه جمع میشیم پایین پیش شهین. دعوت منی یادتون نمیاد؟ بله بله، خدمت میرسیم. ببخشید دیگه. اوه، سوختم. آتیش گرفتم. وای وای، تو چه کوفتی بودی، تو چه کوفتی بودی تا الان. از کوف بگیری که دادی به من اینو خوردم. سلام، چه خبر؟ سوختم، آتیش گرفتم. ای وای، آتیش مینا، چتونه کجا داری میزواستی؟ بذاری ما بریم، من به مخم خطور کردم. تو بی خود به مخات خطور. پدر جان بذار بریم. چه خواهی؟ جنابالی تشریف ببرید، نیما تو بیار. خب بذار چه خاکی به سر ما شده؟ اینجا خاک تو سر من شده. بیا اینجا. چرا؟ وای ببین زبون منو، ببین زبون منو. ها خب سر تو شونه کرد. بیا زبون منو بگیر. ببین اکو جانوان چه جا باشدی؟ من هرچی میکشم از دست اون مخ صاحب مرده تو بکشم. همه میکشم. جنابانی تشریف ببرید، گفتم ببرید. گوین نیما، نیما گوش کن ببین چی میگم. من یه دونه از چای خوردم، بدبخت شدم، بیچاره شدم. یه کلام بهت میخوام بگم، چایی نخور، چایی نخور. چایی نخور یعنی شوخیت گرفته الان موقع منزله کرده بگی چایی نخور؟ چرا توی مغزت فرو نمیره؟ من اون چایی رو خوردم، روزگارم سیاه شده. تو چایی نخور دارم بهت میگم. من که رفتم آقا جون، من رفتم. تو برو. گوش کن، فهمیدی چی میخوام بهت بگم؟ چایی نخوری یا بابا بله میگم مرد ازای خدا بده ببینم چه بلایی سرمون اومده. چایی نخوری یا گوش کن. آیو آی سیاه بشی، کباب بشی، کبود بشی که مسئول از من کبودم کردی. ای زری خدا بگم چیکارت کنه؟ وای به 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 گوشن خان، چشما روشن. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خوبم، چطوری؟ چه خبره؟ به چابایتون خوبم؟ میگم در خونه چرا باز بود؟ آخه تازگی همینجور هست، در دیوار داره همینجور آدم میباره، میریزی این تو. ای راستی میگو؟ جعجب هیچی والا، ما این چسم بقل دست این آقای منفره بلکی سن در سه شای کاسب کی؟ تو هم خیلی دلت خوشا نشسته بقل دست آقای منفره. آقای منفره جون به اسرائیل نمیده. وقت سن سرش سن سرشه سرشه گیره تو بیاد. راست بگو، حرف دل ما رو زدی خدا بکید. چیکار کنیم دیگه؟ ای روزگاره. خب منم گفتم خب که خب. تو چه جواب منو نمیدی؟ خب میگن خب چرا این ورا اومده که چی بشه؟ باز چی اومده؟ هیچی، داشتیم راحت میشودیم از اینجا، بعد گفتیم بیام یه سری به شما بزنیم. آخه آقای منفرد گفت برو ببین مهمونشون رسیده به سلامتی یا نه. خب حالا رسیده ها. از غلام برو با آقای منفرد بگو تو رستنه نه. آقای منفرد به اون چه مربوطه؟ آه فکر کنم آقای منفرد میخواد بیاد خوش آمدگویی. آقای منفرد بی خود میخواد بیاد خوش آمدگویی، به اون مربوطی نیست اصلا. بله راست میگویم، به اون مربوطی نیست. ولی فکر کنم ها این آقای منفرد با این خانومه چیزه آقای منفرد با این خانومه چیزه؟ یعنی چی؟ نه چیزه که نه، آقای منفرد میخوان با این خانم معامله کنن. آخه مثل این که این خانم هم تو کاری آنتیک و عتیقه و خنزر پنزر این چیزا هست، میخوان با هم دیگه زیر خاک اینا معامله کنن. آقای منفرد با شما خیلی بیجا کرده. مگه اینجا این خونه مگه بازار عتیقه فروشی یا خنزر پنزر فروشیه؟ بله شما درست بگو. اصلا به من چه؟ اصلا به تو چه؟ به سر تو اینو بوز انداختی اومدی تو. من سلام اینو بوز انداختم اومدم تو؟ آره دیگه همجور اومدی تو که چی؟ خیلی خب، حالا چرا ناراحت میشه و شرخ ما قوب اون شکلت؟ الان دوباره سلام مثل بوز میندازم پایین میرم به امید خدا. بفهمم. شما کاری نداری؟ بفهمم.
سلام برسونی. بفهم. خداحافظ شما. برو بینم. برو. ببین. قندی. بیا. بله. بشین. جونم. میگم که برای اینکه این همه راه اومدی خسته نباشی اینا، خستگی در بره یه قلوب از اون چایی بخور. چای؟ نه قربونه، صاف شده، خیلی ممنون، خداحافظ شما. میگم یه قلوب از اون چایی بخور، خستگی در میره. میدونی اون چایی چیه؟ نه چیه؟ اون چایی سوغاتیه، سوغاتی همون خانمی که اومدی حالشو بپرسی. از خارجی آورده؟ از تبت اومده، تبتیه، تبتیه، تبتی، تبتیه؟ تبتیه، تبتیه. حالا اصرار میکنی دیگه، تبتی هم اومده میخوری. حالا که میخوایی بخوری دو قلوب بخور. دو قلوب؟ شما بفرما. من خوردم. شما خورده؟ دست دون درد نکنه. یه قلوب دیگه بخور، یه قلوب ببینم، بازم بخور، بازم بخور، همه رو بخور، اونم بخور، اونم بخور، 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 بخور. همه رو آدم وقتی این چایی رو میخوره میدونی خوش خوشانش میشه. حالا خوش خوشانت شده ها؟ پس برو، بده من. برو با آقای منفرد بگو. بخور دیگه، چای تو بخور دیگه، بخور دیگه. میخورم، چه خبر، چه خبر، اصرار میکنه بذار سرد چه خونکش میخورم. نمیخواد خونکش، همین الان بخور، بخور، میخواد ببینم میخوری. بخور چای تو، بخور دیگه سعید دیگه. بابا میخورم چای و این دیگه، دیگه گریه نداره که آخه. چای تو بخور، تو اول به من بگو چه بلایی سرت اومده بعد میخورم. هیچ بلایی، چه بلایی سر من اومده، هیچ بلایی. چای تو بخور، هیچ بلایی، چای تو بخور، هیچ بلایی، هیچ بلایی، چای تو بخور، چای تو بخور. عجیب و خکی، هیچ بلایی نیومده چطور آخه به مخ من خطور کرد؟ سعید اسم اون مخ تو نیارا، اسم اون مخ تو نیار، داغ میکنم سعید، اسم اون مخ تو نیارا. داد ناز، چه خبره؟ چای تو بخور. میخورم، باشه میخورم به وقتش. بگو آخه یه اتفاق برای تو افتاده مریم، من میدونم. سعید چای تو میخوری یا جیغ میزنم در همسایه خبر کنم؟ چای تو بخور. خیلی خوب، یواش. جیغ میزنم جیغ برای چی به در همسایه؟ چرا؟ خیلی خوب میخورم. اصلا ندارم بخورم. میخورم چش. بخور سعید. بله. منو نخور، یه قلوب پشو بخور. خب یه قلوب یواش کوچولو، یه قلوب. مریم من میگم یه چیزی شده میگی نه، بگو چه بلایی سرت اومده، بگو ببینم. جیغ میکشم، بخور چای تو. خیلی خوب بابا، میخورم میخورم. یه قلوب بخور ها. بخور. قند نمیدی؟ قند کو؟ قند نه، شکرک میزنی، جوون نمیمونی، اون وقت 30 سالت نمیمونه، قند نمیدم به تلخ بخور. بخور شکرک. شکرک میزنی، بخور. آش بخور، بیا بخور. آب میخوام چیکار؟ من چای میخورم. آب نمیخوای؟ سعید، سعید خوبی؟ وای هوا، وای گور گرفتم، وای دختر، وای دختر، وای دختر. آسمون بیاد زمین باید این چای رو بخوری؟ یعنی چی؟ نمیخورم. آسمون الان اون بالا بیکار نشسته به همون یه چای بیاد زمین. نمیخورم. میخوری. حق دارم بدونم چیه که میخوام بخورم. آره آره این حقو داری، این حقو داری. زهر ماره، اصلا زهر حلاحله، کوفته. سوغاتی خاله جون، زری جونه، باید بخوری. جدی؟ پس بفرمایی مولتی ویتامین مرگ دیگه. آره آره اتفاقا همینه. نمیخورم، نمیخورم. نیما من عصبانی نکن، با زبونه خوش این چای تبتی رو نوش جونش کن. مینا تو میدونی من قاطی کنم به هم میریزم ها؟ نمیخورم. بابای من گفته اصلا چای و مشتقات چای رو نخور، اونا فقط مال سیگاری هست که تو هم ورزشکاری خوبی نخور. فقط من و خواهرم بخوری، ما فقط کبابچی، ما قریبه اینطوری نیستش. شما فامیلی راحت باشین. آره یعنی چه قریبه بعدم هر روکر به ما بخندی.
کی خندید؟ کی ما خندیدیم؟ اصلا ما کی لب دهنمون رو باز کردیم؟ ای اعصاب ما رو خورد کردی؟ خدا بگم چیکارت کنه سعید؟ وسط روزی بلند شده اومدیم تو خونه؟ شهر درست کرد نمیخورم آقا. نیما آش کشی خالته، بخوری پاته نخوری پاته، پس بخور. در صورت باته دیگه نمیخورم، نمیخورم. ببین تو که میدونی من مرد سالاری مطلقم، نمیخورم. خیلی خوب نیما، یا همین حالا میخوری یا زنگ میزنم آقا جونم بیا تکلیف ما رو روشن کنن. دیگه این چه رفتی به آقا جونت داره؟ خاله زری بسه، کمه. حالا بابات هم میخواد بیاد حوارشه. نیما داد نزن سرم، داد نزن، حوصله ندارم. چایی تو بخور نوشه جونت. میخوای زنگ بزنم آقا جونم؟ خیلی خوب، خیلی خوب. من اینو فقط به یه دلیل میخورم، فقط به یه دلیل، نه به این دلیل که تو گفتی. فقط به این دلیل بخورم که اینو بگم میخورم، حاضرم یه همچین زهر حلالی بخورم، اما بابات نیاد تو این خونه. فقط به این دلیل. به هر دلیلی فقط نوشه. خیلی خوب با. حالا نمیشه بخ. بهت بافیم. مردی؟ بی آقا چی بگم؟ آقا شما سندر سیشه که پول به آدم نمیدن کرای بده، تمام را رو پیاده گز کردم. بام حالا چهار قدم را نفست برید؟ نفسم برید، جونم درمد آقا، جونم درمد. ای الهی بگم خدا چی کارش کنه دو که نفسم رو برید؟ حرف بزن، چت شده؟ آتیش گرفتی؟ سوختم آقا، سوختم، کباب شدم، کباب شدم، کباب شدم. رفتم خونه هوشنگ خان، هوشنگ خان نشسته بود تو حیاط داشت چای می‌خورد. آقا به ما گفت بیا چای بخور. ما رفتیم که خب قصه حسین کرد برای من نگو. خود چای خوردم داغ بود دهنم سوخت. تموم. چای داغ نخوردم قربون شکلت. چی بود؟ هر کوفت و زهر ماری. حالا ببینم. شیری یاروبا. آقا دور از جون شما بگو گاوی، بگو خری، بگو شتری. آخه من چیکار داره به چایی؟ نگاه کن زبونم. مردم این چایی، چایی، چایی کشتی منو. بگو ببینم این بالاخره این خانم کجاست؟ دیدیش؟ فهمیدی کجاست؟ خبری؟ اثری؟ چیزی؟ آقا قربی شکلتون برم، ماشالله هزار ماشالله. شما هم از دیروز تا حالا همه فکر و ذکرتون شده فقط این خانم. بله رفتم دیدم خانم، خونه هوشنگ خان تشریف دارم. خب میمردی این از اول بگوی. حالا بگو چایی چی کارت کرده؟ حالا قضیه چایی رو بگو. چایی؟ چایی نگو، بگو زهر حلاهه. آقا هوشنگ خان نشسته بود تو حیا داشت چای میخورد، به ما تعارف کرد، گفت بیا قندی بشین تو هم چای بخور. گفتم چشم آقا، رفتیم نشستیم. خب حالا این داستان باشه، بعدن سر فرصت برا من میگی. الان یه چند جا کار واجب دارم، دارم میرم. چارچشی حواست به دکون باشه. بله. ممکنه امروز دیگه من بر نگردم. بله نمیگردی؟ ممکنه نیام. شما حواست باشه، چارچشی دکونو به پاتا. چشم. خدا. آقا مواظب خودتون باشین. شما مواظب با چای نخورید. چشم. شما هم چای داغ نخورید. وای این چای بود یا سر. بی 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 بی. میخوری تموم میشه لیوانه. وای قلو 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 قلو. چطوره مرض استسقا گرفتی؟ مرض استسقا؟ استسقا چه؟ همینجای قلب قلب تیکه که آب میخوری؟ نه بله نه ترکی نیه با
چتونه؟ آقای منفرد این حکایتش طولانیه. بله. ما یه چیزی خوردیم؟ بله بله. از این چیزا. ای داده بی. میفهمونین آقای منفرد. بفهم بفهم. بله بفهم. شما دوتا شیر برنج بی خاصیت. همیتون نشستین دست رو دست گذاشتین یک کدومتون به فکر این خاله زری نیستین. چی؟ سری؟ مگه چی شده؟ مشکل پیش اومده؟ چه مشکلی از این بدتر؟ که زنی تو فامیل خب اینقدر کم معلی کنه، اینقدر بی سرپرست باشه، بدونی کسی کار باشه، پاشه بره اون بر دنیا شوهر کنه. ای بابا، خب ما چیکار کنیم آقای منفرد؟ این خاله زری ما که ماشاءالله خودش چشه حسودش کور، یه خونواده رو درس میده تنهایی. نمیخواد حرف بزنی. اگه اینطوری بود نمیرفت اونور دنیا تو تبت شوهر تبتی بکنه. شوهر تبتی؟ شوهر تبتی نکرد که، همینجا شوهر کرد، بعد با هم پاشدن نمیدونم رفتم تبت بود. چی آره تبت نه، اون شوهرش مال تربت ایدریه بود، بعد اومده اونجا تو دوازده دولاب، دوازده دولاب مغازه داشت، بعد اونا با هم ازدواج کردن رفت اونجا، بعد رفت تبت اونجا هم عمرش داد به شما. اگه عمری داشت خودش عمر میکرد. آره بعد این مفتی. همه را بره اونجا، راست میگه، این همه را بره از این آب و هوای به این خوبی برکنه بره اون ور دنیا ببینه. ما هم همینو گفتیم، ولی میگفت مثل اینکه اونجا عاقبتش خوبه، آینده خوبی داره. گفتین آقای منفرد اتفاقا پدرجان من همیشه همین حرف شما رو میزد، میگفت با صد رحمت به این فرهاد خان خودمون بنده خدا همینجا فوت کرد، لااقل آدم دلش میگیره اینجا دفنش کردن میتونه بره سر قبرش. آره دیگه فرهاد خان کی بود؟ فرهاد خان دیگه، همین فرهاد خان شوهر دوم خاله زری. فهمیدم. زری خانم دوتا شوهر داشته. بابا از قدیما دیگه آقا جان، شما دیگه از قدیما، مال مثلا من 70 سال پیش که من یادمه میگفتم تا سه نشه بازی نشه. خاله زری سه تا شوهر بله بله. اتفاقا آقای منفرد سومیه همینی بودش که توی تبت جامون نیست، سومی. به 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 به، چشم و دلم روشن. شما دوتا بیارزم دست به دست هم گذاشتین ورشتن از این دنیا برن اون ور اونجا ازدواج کنن. خب مقصر اون نبود آقا جون، که خود این خاله زری اون ننه مرده رو ورش برد اون ور دنیا، بعد از اون ور دنیا هم تحویلش داد به اون دنیا. تو بعد... یکی حرف نزن، تو یه روده راست تو شکمت نیست. آقای منفرد اتفاقا این یه بار رو داره راست میگه، من خودم هم شاهدم که خاله زری اونو کشید برد اون ور. تو هم خیلی حرف داری میزنی. راست میگه. من میخوام اصلا خودش بپرسه، کاری نداره. خودم از خودش میپرسم، حتما هم میپرسم، امشب هم میپرسم. همین امشب؟ بله. مگه امشب شما دارین تشریف میارین اونجا؟ بچه کار واسه دیدن نفس شما نمیام. مسافریه اومده دیدنش واجبه، میام خوش آمد بهش بگم. بله این اصلا این خصوصیت اخلاقی شما زبان زد خاص عامه، مخصوصا خانواده که اینقدر شما مهمان دوست هستید. تشریف بیارین قدمتون سر چش، سر تو تشریف بیارین. حالا ما هم اونجا هستیم در کنار شما، به جای همه این ور زدن ها تشریف برین پایی دست گل بگیرین برداریم. دست گل؟ دست گل؟ برای شما؟ بله، من دم مغازمون گل فروشی بسته بود. بله. یادم افتاد دم شرکت شما یه دونش هست. آره این بازه حالا این؟ بله اون میمدم بازه، همیشه اون بسته است، ولی این دم شرکتی ما بازه. بفهم همیشه پشو آقا سعید. آره فرقلی خیلی ناراحتین، با هم بریم. نه برو پشتر بگو آشنا آقا. بی با هم بریم، بی با هم بریم بخریم. برو دیگه حالا من هستم، من برو حالا بریم. چشم میدیم بخیر، خبر باشه. بابا شاهین آخه چی اینقدر داد بیداد میکنی؟ چی میگی؟ بابا من دنبال آبی یخی، ماستی، آب زرشکی، کوفت زهرماری چیزی میگردم، آتیش گرفتم، گر گرفتم. بیا آب اینجا هست، بیا که شلوغش نکن. آب بباشم رو خیست کنم؟ تو که دیدی رفت؟ چرا زودتر خبرم نکردی بیام تو؟ من تو عیاد یخ کردم، پا من سر شده. خوب رفت خون آقا جلال و راست و ریس کنه، تازه رفت. رفته خونه جلال؟ آخ بدبخت جلال، دلم برای جلال میسوزه. اما نه، چرا؟ جلال تو که اونجایی خوش به حالت، ندیدی که با الان به چه مصیبتی گرفتار شدی؟ اومده یه قلوب چایی خوردی، خب اونو منم خوردم،
این همه داد و قال داره؟ شاهین، من اصلا هیچ انتظار نداشتم. خیلی بی‌مروتی. تو دیگه چرا؟ شاهین، تو دیگه چرا؟ تو منو گرفتار کردی. این اون زهرماره دادی من خوردم. ولی یه خورده گلوت سوخ. خب گلوی من هم سوخ. دیگه هم نه من غریبم نداره. شهر به پا نکنی که. تمام وجودم سوخته. شهر؟ ها، تو شهر می‌خواد. دنبال شهر می‌گردی؟ من دنبال شهر. شهر الان خونه جلاله. خونه. بفرمایید. دو مرتبه سلام. سلام علیکم. بفرما این هموری که دنبالش میگشتی؟ بله. چی؟ میگشتی چی؟ دنبالی که میگشتی؟ نه آخه هوشنگ از وقتی اومد خونه هی گفتش که زریکو. بله زری خانم، من از فراق تو دلم کباب شده، گر گرفتم. نه اون گر که گرفتی مال یه چیز دیگه است جونم. حالا شنگ جان یه چیزی میخواستم بپرسم، این مبلای خونه جلال چقدر زیوارش در رفته؟ آه زنی خانم نگید زیوار در رفته، عیبه. چرا زیوار در رفته؟ خدا بیامرزه پدرتون، من یادتون نیست وقتی فوت کردن سه دست مبل خیلی خوب گرون قیمت برای شما گذاشتن رو رفتن؟ واسه همین میپرسم. خدا بیامرزه آقا جونمو که اقلن یه چهار دست مبل واسه دختراش گذاشت، وگرنه جنابالی اون آقا جلال بعد رو خاک و خل میشستین، یه قدم دک و پوز نداشتی. خب حالا از این حرفا گذشته، اونجا چی کار میکردی زری جون؟ کمک نمیخوای؟ نه قربونه، چه کمکی؟ دارم این کم و کسری های خونه رو لیست میکنم. خب به حال کمک خواستی من هستم. خب چرا؟ آخه تو چرا؟ بله دوره. مگه مردای این خونه مردن؟ به موقعش چنان ازشون کار بکشم که نگو. مگه نه هوشنگ خان؟ نه خیر. نه؟ هوشنگ رفت، هوشنگ مرد، هوشنگ سقط شد، رفت پیکارش خلاص. ای وای، چرا آخه الان میذاشتی به موقعش؟ میگم که حالا زری جون میخوای اصلا مهمونی تو همین امشب خونه ما بگیر؟ آره آره مجبورم این کارو بکنم. فعلا وای وای شاین چه کار زیر سر توئه؟ من چی گفتم؟ اگه تو چه به به، بالاخره یه کسی تو فامیل پیدا شد که تو منی هفت سنار با بقیه فرق داره. البته سوء تفاهم نشه. خب پس چشمتون روشن. چشم هممون روشن. من از برخورد اول که تو مغازه دیدم ایشونو گفتم به به این کمالات، به این اخلاق، به این حسن برخورد، به این کیاست. به 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 خروار خروار تعارف میکنین، یکیشم به آدم نمیچسبه. تعارف کدومه؟ تعارف باشه من اینجا نبودم. من اینو میدونم، مقصد مهمونی برا نیستم. من این دسته گلم خریدم اومدم خدمت شما برای فقط وجود شما، فقط برای همین. بله آقای منفرد، فقط به خاطر شما این کار کردم. بله آقای منفرد اصلا مهمونی نمیرن. بله بله اونم شاهین خانم ملاحظه میفرمایید، اونم با یه دسته گل ناقابل. هوشنگ خانم. بله به هر حال متشکرم. خواهش میکنم، قابل شما رو نداره دسته گل که چیزی نیست. شما خودت ماشاءالله یه باغچه گلی. بله شما چرا حرف نمیزنید؟ دو کلم حرف بزنید، زبون در قفا گرفتید. الان مریم میاد با تو صحبت میکنه، یه خورده حالش خوب نبود رفت دستشویی، الان میاد. بابا مثلا اصلا به منم که گفتن دهنه پر صحبت نکنم. خب بفرمایید. بفرمایید. چای تبتی درجه یک. به 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 جناب منفرد، ما که صرف کردیم جای شما خالی، شما بفرمایید. منم صرف میکنم، چایی بیداره؟ چایی سوغات سفر غنیمت. بفرمایید. به به غنیمت، چه غنیمتی. بفرمایید چایتونو، بفرمایید تا سرد نشده. خب دیگه از قدیم و ندیم گفتن آقای منفرد، بعضی از مردم دوغ از دوشا تشخیص نمیدن. دقت میفرمایید؟
مثلا وقتی شما میگید یه چای خوبه برای سلامتتون، برای شادابی، برای پوست، برای زنده نگه داشتن تمام ژن‌ها و برای اینا اصلا خب متوجه نمیشن دیگه. منظور شما از همه این چاییایی که گفته همین چاییه دیگه، بوی برو برگرد. بله پس حالا که متوجه شدید جناب منفرد بفرمایید چایتون رو بفرمایید، برید بالا میخورم من. آقا جون هیچی میخواین حالا واقعا بخورین دیگه ها؟ چای تبت حسنش اینه که شکر و قند نمیخواد. بله یکی از حسناش اینه که قند نمیخواد، به درد من میخوره. قدر زر زرگر شناسد، قدر چایی منفره. آفرین. برید بالا آقای منفرد، من میخوام تماشات کنم. برو بالا خوردن چای که تماشا. بابا بابا چه طعمی، چه بویی، کامش هیرین باشه داری خانوم. بله